سلام، شبتون بخیر. خوش آمدید به گفتگوی ویژه خبری امشب. نظریه‌های مختلفی مطرح هستش درباره اینکه نظم نوین جهانی به چه سمت و سویی داره پیش میره، از جهان چند قطبی گرفته تا جهان تک قطبی که آمریکایی‌ها دوست داشتن در رأس اون قرار داشته باشن و هر چیز رو میگن به دیگران بتونن دیکته بکنن. اما باید شاخصه‌هایی رو در نظر گرفت که این نظم نوین جهانی رو بشه پیش‌بینی کرد یا ترسیمش کرد به صورت دقیق‌تر. از جمله این شاخص‌ها شاید میشه به مسائل اقتصادی اشاره کرد و به مسائل سیاسی و منابع قدرت. امشب به این می‌پردازیم که آمریکا در قالب این شاخص‌ها در کجای نظم نوین جهانی قرار داره و آینده به چه سمت و سوی پیش خواهد رفت. مهمانان امشبمون آقایان شاه ویسی، کارشناس اقتصاد سیاسی، و صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل هستن. سلام عرض میکنم خدمت هر دو بزرگوار. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه شرکت کردید. اگر اجازه بدید بحث رو با جناب صدرالحسینی شروع بکنیم، برامون این رو ترسیم بکنید که در نظام بین الملل در حال حاضر آمریکا در چه جایگاهی قرار داره و چه شاخصهایی رو باید در نظر بگیریم تا به هر حال به این جایگاهه بتونیم بگیم که آمریکا الان در این جایگاه قرار گرفته. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت بینندگان محترم، مهمان گرامی شما، همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات جنابالی و همه بینندگان، تشکر میکنم از دعوتی که به عمل آوردید و تشکر میکنم از اینکه این بحث مهم رو در شرایط کنونی که افول امریکا در حقیقت یک شاخصه ای شده برای بسیاری از شاخصه ها و مؤلفه های متعدد در حوزه های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، در سراسر دنیا این جلسه و این برنامه رو برگزار میکنید. خب ما تعاریفی رو در دهه های گذشته از مؤلفه های قدرت داشتیم که بخش اعظمی از اونها جناب آقای کربلایی موضوع نظامی بود، اما در دو دهه گذشته با تغییر و تحولاتی که در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی پدید آمده، امروز دیگه مؤلفه قدرت فقط موضوع نظامی نیست، بلکه مسائل متعددی است که من به اونها به طور کلی اشاره کردم. و امروز جایگاه آمریکا با دهه 60 و 70 بسیار متفاوته. ستاره قدرت آمریکا از منظرگاه بسیاری از متخصصان آمریکایی، جامعه شناسان شناخته شده آمریکایی، رو به افول هست و فضایی که امروز در حوزه قدرت سابق امریکا مشاهده میکنیم هم این رو به ما میگه. به طور مثال میخوام خدمتون عرض کنم در دهه های گذشته که مؤلفه قدرت نظامی مهمترین مؤلفه و شاخصه اقتدار یک کشور شناخته میشد، حرکت ناوگان امریکا به هر سمت و سویی که انجام میشد در اونجا زلزله سیاسی رخ میداد. ولی در شرایطی داریم با هم صحبت میکنیم که هنوز کمتر از دو هفته از کودتای امریکایی در به اصطلاح حیات خلوت امریکایی ها در امریکای لاتین بیشتر نمیگذرد. یعنی ونزوئلایی که مدت ها در دهه های گذشته در اختیار امریکایی ها بود و مردم ونزوئلا بر اساس اعتقادات ملی گرایانه خودشون و استقلالی که به او علاقه داشتن شرایط سیاسی اونجا رو عوض کردن، علارغم میل امریکایی‌ها که چمپره زده بودن بر روی چاه‌های نفت ونزوئلا توسط شرکت‌های وابسته به خودشون، حرکتی آغاز میشه که آمریکایی‌ها این کشور رو تحریم می‌کنن، سپس برای به اصطلاح کمک به مردم کامیون‌های نجات رو برای اونها ارسال می‌کنن. برای اینکه ارتش مردمی ونزوئلا نتواند هیچ مقاومتی داشته باشد، اونجا به اصطلاح یک ارتش آزاد ایجاد میکنند. اما در نتیجه اتفاقی که میفته، مردم به خیابانها میان و برای نگهداشت دولت مورد نظر خودشون امریکایی ها رو به شکست وامی دارن. ببینید، این رو به این دلیل عرض کردم خدمتتون که هم در حوزه جغرافیایی و هم در حوزه نفوذ
ونزوئلا نزدیکترین نقطه به امریکایی هاست و این موضوع هم موضوعی نیست که نیازمند به تورق بسیار زیاد در کتاب‌های تاریخی داشته باشد. این اتفاق کمتر از 20 روز پیش افتاده و نشان میده که امریکایی‌ها در حوزه‌های متعدد داخلی، منطقه‌ای و خارجی، این منطقه هم منطقه آمریکای لاتین و هم کانادا و هم منطقه غرب آسیا، به شکست‌های متعددی روبرو شدند. بنابراین امروز دیگر نمیتوان ادعا کرد که امریکا با توجه به داشتن قدرت‌های نظامی بزرگ، به اصطلاح که برای اونم صحبت‌هایی داریم، حتما با هم صحبت خواهیم کرد، به عنوان یک مقتدر، به عنوان یک کسی که کت خدای جهان است، به عنوان کسی که هر اقدامی را بخواهد انجام بدهد به پیروزی خواهد رسید، این چنین نخواهد بود. حالا در ادامه مباحث و بالاخص جناب آقای دکتر شاویسی در حوزه اقتصاد قطعا همه ما رو گفتگوهای خواهیم داشت که استفاده خواهیم کرد. حتما، متشکرم ازت. مصاحبه می‌کنم آقای شاویسی. یکی از اون شاخصه‌ها و به هر حال میشه قدرت یک کشور باش سنجید، قدرت اقتصادیه. آمریکایی‌ها طبق اعلام خودشون 22 تریلیون دلار بدهی دارن. این از نظر اقتصادی به چه معناست؟ تشکر میکنم. به نام خدا سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور حضرت عالی های دکتر صدر حسینی و همچنین بینندگان عزیز با آرزوی قبولی طاعات و عبادات. اجازه بفرمایید من از اینجا بحث رو شروع میکنم که وقتی که ما درباره قدرت اقتصادی یک نظام سیاسی صحبت میکنیم، مشخصا مبتنی بر منابع و صرف اون منابع بایستی که صحبت کرد. سوال حضرت عالی نسبت به رقم 22,285 میلیارد، همونجور که استحضار دارید به شکل ثانیه شمار این میلیون دلاری تغییر میکنه، ناشی از یک انحراف بزرگ در منابع و هزینه هایی هستش که این اقتصاد به اصطلاح بزرگ با خودش داره همراهی میکنه. اقتصادی که 20,000 میلیارد دلار ظرفیت داره، اما بیش از این مقدار امروز دارای بدهی ملی هستش و اگر شما بدهی عمومی اون رو که قابل تقسیم بر تمام اعضای ایالات متحده امریکا و افراد اون هستش می‌بینید، این رقم بسیار بزرگتر هست و چه بسا به رقم بیش از 50,000 میلیارد دلار ارتقا پیدا می‌کنه. رقمی که امروز توی جدول دیبت و بدهی‌های ملی ایالات متحده آمریکا هست، بدهی دولتی قلمداد میشه. شما در همون جدول قریب به 45 شاخص دیگه هستش که با جزئیات وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید واقعیت این رقم بسیار بزرگتره. پس به عبارت بهتر، رقمی که در حال حاضر بهش استناد میشه ناشی از انحراف از فاصله بین منابع و مصارفی هستش که در ایالات متحده آمریکا وجود داره. اما این یک بحث هست. جلب میکنم نظر بینندگان عزیز رو به گزارشی که بازرس کل و حسابرس کل ایالات متحده امریکا قریب یک ماه گذشته دیوان محاسبات ایالات متحده امریکا به عنوان یک حسابرس مستقل ارائه کرده. 12 ریسک بزرگ اقتصادی رو برای اقتصاد ایالات متحده امریکا که دارای انحراف بیش از 46% هستش رو مطرح کرده. استثار دارید هر 2 سال یک بار این جدول ریسک ها تغییر میکنه، بعضی ها رو بر اساس توصیه های سیاستی کنار میذارن و توصیه های جدید رو مطرح میکنن. در یک سال گذشته، یعنی برای اقتصاد سال 2018، شاید این سیاست های توصیه ای تونه حدود 14 میلیارد دلار کمک بکنه به چابکسازی جلوگیری از انحراف منابع در توزیع. اما جالبه بدونیم در سال 2018 بیش از 125 میلیارد دلار انحراف از توزیع منابع در یک بودجه ریزی قریب به 1700 میلیارد دلاری شما مشاهده میکنید. ناشی از چی هستش؟ شاید وقتی که شما به گزارشات نگاه میکنید، گزارشات رسمی حسابرس کل ایالات متحده آمریکا مطرح میکنه که مهمترین چالش ما در حوزه دفاع هست. دومین چالش ما در حوزه بهداشت و خدمات انسانی و سلامت است. سومین چالش ما در حوزه محیط زیست است. چهارمین چالش ما در حوزه انرژی است. یعنی پولهای فدرال که قراره در این حوزه ها صرف بشه دچار انحرافه. تفسیر میکنه انحراف معیار مالی و اقتصادی در ایالات متحده امریکا چیست؟ آقای کربلایی جالبه بدونید تقلب، سوء استفاده از جایگاه مدیریتی، سوء استفاده های حزبی و عدم به جریان انداختن طرحهای ملی در مسیر استعداد بودجه ریزی بزرگترین اینهاست. اندازه گیری میکنن همین بدهی رو نسبت به جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی امریکا. خب امریکا به جهت اینکه یک اقتصاد بزرگ هست، بیش از تقریبا میشه گفتش که 1/3 از اقتصادش وارداتی
روی اون یک بارگذاری جدید میکنه برای بازارهای هدفش، دوباره اونها رو ارسال میکنه. این اتفاق یک زمین و بستری رو به وجود میاره که نرخ رشد اقتصادی امریکا رو از مسیر تجارت، نه از مسیر تولید ملی. یک بخشی از تولید ملی امریکا هستش ناشی از سلاح‌ها و صادرات تسلیحاتی است. یک بخشی هم ناشی از صدور فناوری‌های جدید هست که اینها حداکثر 1% از نرخ تولید ناخالص امریکا رو تشکیل میده. 2.7 نرخ رشد سال 2017، 2.6 نرخ رشد سال 2018 که در معنی نشون دهنده کاهش 1% هست. این آمار، آمار واقعی انجمن اقتصادی ایالات متحده امریکاست. میگه این 1% انحراف ناشی از به کارگیری سیاست هایی هستش که در عمل پایدار نیست، با ثبات نیست، در کوتاه مدت بازار مصرفی و بازار مالی رو فعال میکنه، اما در دراز مدت منابع و مصارف ملی رو دچار انحراف از معیارهای قانونی میکنه. صرف نظر از اینکه این معیارها در حوزه درآمد مالیات ستانی و درآمد برای سال 2018 406 میلیارد دلار بوده، قریب به نزدیک به نیمی از درآمدهای ملی ایالات متحده امریکا، تقریبا به شکل میشه گفتش که تک ماده به شکل آریتی وصول میشه، در حسابها کارسازی میشه اما بعدن گرفته نمیشه و یک انحراف بزرگ رو به وجود میاره. امریکایی‌ها به خاطر اینکه این رو در جدول آمار اقتصادی خودشون تعدیل بکنن، میان میگن نرخ بدهی ایالات متحده امریکا 76% نسبت به تولید ناخالص برای سال 2018 است. شما جدول بودجه ریزی سال 2019 رو که مشاهده میکنید، میبینید 3% اولا افزایش پیدا کرده. اینو دارم اصرار میکنم به خاطر اینکه خیلی‌ها امروز میگن که وضعیت اقتصادی امریکا بهتر شده، لذا مثلا فلان نامزد جمهوری‌خواه به خاطر اینکه شرایط مالی بهتر شده احتمال اقبالش در سال مثلا دوره آینده بیشتر هست، در صورتی که امر واقعی همچین چیزی نیست. اون 3% افزایش نرخ بدهی ملی ناشی از 106% عدم پیش بینی آینده اقتصادی اینها و انحراف در، به عبارت بهتر امریکایی‌ها پیش بینی میکنن مثلا در پایان سال 2019 ما بایستی که 799 میلیارد دلار بدهی داشته باشیم. از الان قابل پیش بینی هستش که بیش از 850 میلیارد دلار بجز بدهی‌های بخش دفاع، تمام بدهی‌هایی که امروز رسما اعلام میشه از 1058 میلیارد دلار تا پایین ترین اون که سال 2014 بود مثلا حدود 640 میلیارد دلار بود، عموما بدهی بخش دفاع درش مستتر نیست. برای بخش دفاع هم گزارش جی او آر رو ارائه میکنم که همین دیوان محاسبات امریکا است، اشعار میکنه که برای فقط F-35 ها که یک پروژه 1 تریلیون دلاری هست و برای 20 سال آینده قرار ما 2000 میلیارد دلار دیگه صرف بکنیم برای حفظ اون و گسترش اون، 42% انحراف از بودجه ریزی تأمین تجهیزات اون پیش بینی شد. و بعد اعلام هشدار و باند قرمز صادر میکنه این دیوان، میگه درسته که کنگره مداخله نمیکنه در جزئیات بودجه ریزی دفاعی و این در اختیار مثلا فرمانده کل قوا، اما باید بدونه ما امکان بودجه ریزی دفاعی برای سال 2034 به بعد رو نداریم. یک جدول در اختیار شما قرار میده و میگه ما میگیم میخوایم توضیح بکنیم، اما به خاطر اینکه مقاطع و برش‌های مختلفی رو در بودجه ریزی اقتصادیمون داریم، لذا تحقق این امر ممکن نیست مگر توسط شرکا یا منابع جدید. عرضم رو جمع می‌کنم. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر دچار یک افول در هژمون اقتصادی خودش هست. حضرت عالی اشاره کردید به تغییرات در ساخت نظم نوین. نظم نوینی که از بعد از نیودیل از 1950 به این طرف تعریف شده بود، قرار بود یک نظام اقتصاد آزاد لیبرالی رو تعریف بکنه. چه اتفاقی در آمریکا افتاده که رژیم‌های تجاری، سیاست‌های اقتصاد بین‌الملل رو یکی بعد از دیگری تغییر میده و میره به طرف حمایت‌گرایی ناسیونالیستی آمریکایی، چیزی که تا حدود 4 سال گذشته مورد تقویه نظام بین‌الملل قرار می‌گیره. به نظر میرسه نرخ و فشاری که از درون مایه اقتصادی آمریکا داره سیاستمداران آمریکا رو دوچار چالش می‌کنه، که انشالله اگر فرصت باشه یک سری از آمارهای اجتماعی هم بهش اضافه می‌کنیم، نشون دهنده این هستش که ما به ازای این ایجاد بازار مکاره‌های جدیدی برای پر کردن خلأهای مالی هستش که این اقتصاد پر هزینه با خودش به جای گذاشت. متشکرم، خیلی با اطلاعات دقیق تشکر. و رفتیم جلو و از یک اوضاع اقتصادی که به نظر از دور خیلی شیک و
پویا میاد. بله، و اتفاقاتی که در اقتصاد کلان میشه بررسی کرد و توضیح دادن جناب آقای صدر حسینی. یکی دیگر از مفاهیم قدرت در نظام بین الملل، یعنی یکی از شاخصها اینه که مقایسه بکنیم یک کشور رو با دیگر قدرت ها، حالا چه قدرت متناظر چه قدرت های کمتر از اون. اگر بشه این رو برای ما بررسی بکنید از نظر اینکه به هر حال آمریکایی ها در مقایسه با قدرت های متناظر خودشون، مثلا روسیه یا چین، الان در چه جایگاهی قرار دارن؟ من ابتدا باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که دیگه از بحث قدرت یک جانبه در دنیا عبور کردیم. به دلیل سیالیتی که در مسئله قدرت وجود داره، الان تئوری های مبتنی بر قدرت بر این مسئله استوار هستند که ما کلونی های قدرت خواهیم داشت، نه تک کشورهای قدرتمند به عنوان یک قطبی کردن جهان. این نکته مهمه که خب بخش قابل توجهش به مسائل اقتصادی و امنیتی مربوط میشه که بخش اقتصادیش آقای دکتر به خوبی تشریح کردن برامون. الان آمریکایی‌ها در حوزه، بجز حوزه اقتصادی که حتما آقای دکتر بیشتر برامون میگن که چالش‌های جدی با چین دارن، در حوزه سایبر هم یک چالش‌های جدی با چین دارن. اگر ما با اون نگاه و تعریف قدرت‌های یک قطبی میتوانستیم صحبت کنیم، امروز یک همچون قدرتی نباید به وجود میامد. پس به جز قدرت مقابله چین در حوزه اقتصاد با هژمون آمریکا، امروز در چند حوزه اینها با هم درگیر هستند. یکی از مواردش سایبر هست که خب میدونید یک علم جدیده، ابتدایش هم در امریکا بوده، اما سرعت این علم در جاهای دیگر به شکلی است که آمریکایی‌ها گهگاه این ادعا رو میکنند که در بعضی از مراکز حساس ما هکرها آمدن. حالا گاهی اینها رو منتسب به کشورهای دشمن میکنن، بعضی وقتا میگوین خطایی صورت گرفته، اما واقعیت این هست که اونها در حوزه سایبر که در حقیقت الان جهان به این سمت داره حرکت میکنه، قطعا و یقینا اون اقتدار لازم رو که بتوانند بگویند که ما قدرت بلا منازع در دنیا هستیم نداریم. نکته بعدی موضع حوزه نظامی است که من در ابتدای عرض خودم این مطلب رو گفتم. درست است که اتحاد جماهیر شوروی به طور سابق فروپاشی کرده و یک روسیه و 15 کشور ازش به وجود آمده، اما هیچ کس نمیتواند بگوید که امروز آمریکایی‌ها در یک شرایطی از قدرت نظامی هستند که هیچ کشوری اهم از روسیه و چین نمیتوانند با او مقابله کنند. این نکته مهمه. درست تعداد کلاهک‌های اتمی آمریکا بیش از دیگرانه، اما این فقط نمیتواند برای تنها مؤلفه قدرت و هژمون بین المللی محسوب بشه. بنابراین در مقایسه این افولی که بنده بهش اشاره کردم کاملا مشخصه. یعنی در دو حوزه علوم جدید و نوین که سایبر هست و علوم قدیمی که علوم نظامی است و اقتصاد، امریکایی‌ها قطعا و یقینا فاصله شون با رقبای خودشون بسیار کاهش پیدا کرده. و اینم آخرین عرضه من در این رابطه که پیش بینیش می شود که در 2025 چینی ها قدرت اقتصادشون از آمریکایی ها جلو میفته، که البته آمار و اطلاعات به ما میگه که زودتر از این تاریخ این اتفاق خواهد افتاد. بنابراین کاملا آمریکایی ها در حوزه های مختلف که در دهه های قبل بلا منازع بودن، امروز از رقبای خودشون اگر نخواهیم بگیم عقب افتادن، اما به رقبای خودشون بسیار نزدیک شدن و با توجه به مشکلات عدیده که از داخل دارن، بعید میدانم که بتوانن قدرت حرکت و دوندگی خودشون رو در این حوزه ها بتوانن به رقبای خودشون نزدیک کنن. اشاره داشتید تو صحبت قبلیتون، مقایسه ای داشتید میکردید آمریکا رو با خودش در دهه های قبلی. آیا آمریکایی ها الان رشد داشتن یا نه رو به افول هستن در مقایسه با خودش؟ من اگر اجازه بفرمایید وارد حوزه داخلی آمریکا بشم در مورد زیرساخت ها. این نشون میدین پاسخ شما رو خواهد داد. امریکایی ها زیرساخت های بسیار قدیمی دارند. زیرساخت های امریکایی ها متعلق به 30 سال قبل است، یعنی در طول 30 سال گذشته این زیرساخت ها هیچ تغییری نکرده. امریکایی ها نتوانستند در نیورلند که یک در حقیقت سونامی آمده بعد از گذشت نزدیک به یک دهه، جبران اون
مشکلاتی که برای مردم به وجود آمده بکنن. امریکایان نتوانستن در دو سال پیش که نه یک موج سنگینی از بارش ها و سیل ها که بهش میگیم در حقیقت موجهای سنگین سیل آسا، در خصوص مسائل ابتدایی نتوانستن مشکلات مردم خودشون رو حل کنن. در همین ایالت‌های نزدیک به خدمتتون عرض کنم کالیفرنیا، در هنگامه سیل جمهوری اسلامی در ابتدای سال سیل آمد. اینجا نیورلند هنوز که هنوز است بسیار بسیار مشکلات هنوز برایشون به وجود آمده و نماینده اونها تقریبا 10-15 روز پیش در مجلس گریه کنان خانمی هست، گریه کنان میگفت که هیچ کس نیومده کمک و هنوز بخش های قابل توجهی از این ایالت زیر آب هستن. یعنی میخوام این نکته رو خدمتون عرض کنم که وضعیت امریکایی ها خودشون این رو میگن، یعنی نه فقط اندیشمندان اونها در کتابخانه ها نشستن، بلکه مردم معمولی اونها هم نسبت به افول آمریکا نسبت به گذشته کاملا این مسئله رو میگن. امروز آمریکایی ها نسبت به مهاجرین بسیار شکننده شده، امریکا امروز نسبت به مواد مخدر بسیار شکننده شده، امروز نسبت به سبک زندگی امریکایی ها بسیار شکننده شدن. مشکل خانوادگی و کودکان و مادران در آمریکا بسیار بسیار پرشدته. تمام برنامه‌های تقریبا یک دهه گذشته هم اوباما و هم ترامپ موضوع بیمه ها بود، بیمه هایی که برای مسائل درمانی بسیار امریکایی‌ها بسیار بهش نیازمندن، اما رشد بسیار بسیار کمی داشته و امروز بخش قابل توجهی از مردم امریکا نسبت به این مسئله گله‌مندن و واقعا هم دچار مشکل هستن. این رو من باید خدمتتون عرض کنم به عنوان آخرین جمله در این رابطه که 40 میلیون زیر خط فقر با توجه به آمار رسمی خود امریکایی‌ها در امریکا وجود داره و این برای یک کشوری که ادعا می‌کند بزرگترین، قدرتمندترین و دارای شوکت بسیار زیاد در دنیا هست، این عدد بسیار بسیار شکننده است و من تصور می‌کنم که این نکته که جناب عالی فرمودید نه فقط در حوزه‌های بسیار مهم و هایتک بلکه در حوزه‌های معمولی زندگی هم امروز امریکایی‌ها به دشواری‌های دوچندانی روبرو شدن. این آمار رو هم خدمتتون عرض بکنم که ما اونجا در امریکا یک وزارتخانه‌ای داریم به نام وزارت کهنه سربازان. وزارت کهنه سربازان در طول یک دهه گذشته حداقل در ماه 16 نفر آمار داره که خودکشی کردن و این نشان دهنده این است که کسانی که رفتن، حالا گذشته از آسیب‌هایی که دیدن، گازهایی که خود آمریکایی‌ها استفاده کردن و اینها دچار شدن، مشکلات درمانی فراوانی دارن، چه سربازان که از جنگ ویتنام موندن، چه تا اینها که از افغانستان، در عراق، هایتی و نقاط مختلفی که امریکایی‌ها ارتش رو به طور مستقیم بردن، دائما این وزارتخانه در ارتباط با گله‌مندی کهنه سربازان که از جهات قانونی هم اونها باید رسیدگی‌های خاصی بهشون بشه، از جهت بودجه، از جهت توانمندی‌های اجتماعی بسیار بسیار گله‌مند هستن و این افولی که خدمتتون عرض شد در جنبه‌های مختلف برای خود آمریکایی‌ها کاملا قابل احصا و قابل احساس هست. متشکرم از شما. شاه ویسی به شاخص‌های کلان اقتصاد آمریکا اشاره کردید و اینکه در چه جایگاهی قرار دارن. حالا برامون بگید که این اتفاقی که افتاده از نظر اقتصادی براشون چه وضعیتی رو برای تصمیم گیرندگان ایجاد کرده و چه چیزهایی رو بهشون داره دیکته میکنه. مشخص‌تر با توجه به فرمایشات که آقای دکتر صدر حسینی اشاره کردن، به نظرم میرسه خوب این آمار رو هم جهت استحضار بینندگان ارائه کنیم. خیلی جالبه، ایالات متحده امریکا نیمی از افراد بازنشسته بالای 55 سالش دارای مستمری و پسنداز نیستند. این یکی از شاخص‌های بزرگ نرخ فقری هستش. خب البته وقتی که به نرخ فقر اشاره می‌کنیم در کشورهای مختلف عموماً سعی می‌کنن شاخص منطقی رو ارائه نکنن. در ایالات متحده امریکا نرخ فقر با دامنه درآمد متوسط ها تعریف میشه. درآمد متوسط ها به شکل سالیانه بایستی که یک برخورداری داشته باشن، اون رو معیار میگیرن. باز این هم در طی 2 سال گذشته درآمد متوسط ها با دولت جدید امریکا نرخش و جایگاهشون تغییر کرده. به عبارتی
درآمد متوسط ها رو پایین تر بردن که اگر نرخ برخورداری پیدا شد بگن ما سطح بیشتری رو تونستیم تحت پوشش قرار بدیم. آماری که آقای دکتر اشاره کردن نسبت به فقرا، چیزی که رسمی مرکز آمار فدرال اعلام میکنه، 17.6% جمعیت ایالات متحده امریکا قریب به 314 میلیون نفر، 17% چیزی قریب به همون حدود 45 6 میلیون نفر هستش که در فقر مطلق به سر میبرن. اما وقتی که شما آمار بازنشستگی رو و عدم دسترسی به درآمدها و بیمه بازنشستگی در دوره جدید بهش میپردازید، ما در بحث اول اشاره کردیم به کاستی هایی که بودجه داره. من اگر قسمت شد و فرصت شد به کاستی های بودجه دفاعی و چه تحمیلی رو به حوزه دفاعی استراتژیک امریکا تحمیل کردم اگر فرصت شد اشاره میکنم. مهمترینش این هستش که دامنه نرخ توزیع اعتبارات در سطح بازنشستگی به شدت افول کرده و بالاترین نرخ انحراف معیار از توزیع اعتبارات فدرال در این حوزه هست. یعنی دولت‌ها یکی بعد از دیگری میان و میرن، اما در حوزه بهداشت، در حوزه سلامت و در حوزه بیمه‌های همگانی و در حوزه بیمه کارکنان دولت ما دچار افت بودیم. اومدن یک تفکیک عمومی صورت دادن، هر کسی که کار بکنه، اشتغال داشته باشه، از بیمه فدرال استفاده می‌کنه. ما یه چیزی داریم به اسم خیشفرما، اونها هم از یه همچین چیزی تبعیت میکنن، یه دستن خودشون میرن پرداخت میکنن و خودشون رو بیمه میکنن. به خاطر اینکه جدا شوندگی از کار مستمر در امریکا در اندازه یک هفته است، یعنی شما 20 ساعت کار میکنید، کارفرما میگه تو رو نمیخوام، میایید بیرون، اما به خاطر اینکه رابطتون با بیمه قطع نشه خودتون باید پرداخت کنید. سهم بیمه‌ای که خیشفرما بایستی که پرداخت بکنه دو برابر کارکنان رسمی هستش. رسمی هم که میگه اونجا شاخه. به شکل کر اونهایی که تحت پوشش بیمه فدرال هستن و در این حال استفادهشون از مزایای بیمه به یک چهارم تنزل پیدا میکنه و نرخ از دست رفتگی سلامت در این طبقه جامعه که یک طبقه 100 میلیون نفری هستش به شدت افزایش پیدا میکنه، مثل نرخ فوت شوندگان و غیره. یک آمار دیگه اجتماعی هم وجود داره که یک چالش رو در سطح امنیت ملی برای امریکایی‌ها به وجود آورده و نشستن ریز دارن براش محاسبه میکنن و هنوز هم نتونستن اتفاق رو صورت بدن، این که مهاجرت درون ایالتی هستش. یک تحولاتی در داخل امریکا مثل ایالت‌های جدایی در حال جدا به اصطلاح متقاضی جدایی هستش، ایالت‌های غربی هستن، ایالت‌های شمال غرب هستن، ایالت‌های جنوب غرب هستن، ایالت‌هایی که نزدیک میشن به حوزه مکزیک و آمریکای لاتین، اینها از گذشته یا رنگین پوستانی هستن درخواست داشتن که جدا بشن. اما فرض بزرگتر این هستش که صرف جدایی نیست، تغییر و تحولات مهاجرتی داره جوامع انسانی امریکایی رو از مرکزیت کشور به مناطق ساحلی انتقال میده. نرخ هزینه مدیریت شهری رو که آموزش، سلامت، امنیت، غذا، حوزه قضایی و امور دادگاه و تقنینی رو باید اداره بکنه به شدت افزایش پیدا کرده. درآمدهای محلی و ایالتی به شدت کاهش پیدا کرده. یک ایالت با سطح بسیار پایینی از تنزل درآمد محلی مواجهه، کما اینکه شاید خیلی ها براشون قابل قبول نباشه، بیش از 100 شهر امریکا هستش که شهرداری های اون اعلام ورشکستگی کردن و درخواست کردن دولت فدرال یا دولت ایالتی بیاد بهشون کمک بکنه. این چالش چه اتفاقی رو صورت میده؟ از 2035 به بعد پیش بینی میشه 2/3 از جمعیتی که احتمالاً میتواند خودش رو حفظ کنه که نرخ رشد متعادل رو برقرار کنه، چون امریکا هم جزو کشورهایی بود که دوچار دوپارگی جمعیتی شد برای یک دوره، سعی کردن در دوره رئیس جمهور قبلی امریکا این رو برطرف بکنن تا حدودی. چالش مهاجرت درون ایالتی یک اتفاق رو صورت میده، 2/3 از جمعیت جوان امریکایی میره به طرف سواحل، هزینه سواحل افزایش پیدا میکنه، از دست رفته یک درون سرزمینی اتفاق میفته. و شاید وقتی که ما درباره بحث پناهجویان و مهاجرت در امریکا صحبت میکنیم، موزه گیری هایی که رئیس جمهور امروز امریکا میگیره عمدتا ناشی از ورود مهاجرین خارجی، چه از جنوب امریکا، چه از شمال امریکا، چه از سایر کشورها هستش. اما چالش بزرگتر در اسناد راهبردی ایالات متحده امریکا مهاجرت داخلی که امروز نتونستن براش منابع منطقی اقتصادی رو تعریف بکنن. اما شما اشاره کردید که چه چیزی رو تحمیل میکنه به امریکایی‌ها. امریکایی‌ها اومدن در دوره‌ای که بودجه ریزی 730 میلیارد دلاری دفاعی داشتن، یکی از اقلامش رو فعلا بگیم، چون امریکا بالاخره تعبیر میکنه که قدرت بزرگ مایشای جهانی است،
چه اتفاقی در طی 20 سال گذشته افتاده. قرار شد در طی یک دوره 10 ساله از 1994 تا 2004، از 2004 تا 2014 در دو دوره 10 ساله متعادل کنن توزیع اعتبارات دفاعی رو به صورتی که اهدافی که در حدود 80 نقطه جهانی قرار هستش که مورد پوشش نیروی دفاعی پنج وجهی امریکا قرار بگیره تحت پوشش باشه. از 1994 تا 2004 اتفاقات سپتامبر 2001 یک دلیلی بود در داخل ساختار امریکا که ما نمیتونیم پاسخ این رو بدیم، باید هزینه ها رو افزایش بدیم. چرا هزینه ها در امریکا افزایش پیدا میکنه؟ اگر ما صحبت میکنیم میگیم قیمت تمام شده در ایالات متحده امریکا افزایش پیدا کرده، نرخ رقابت پذیری داخل اقتصاد امریکا با یک اقتصاد همسطحی مثل چین دوچار چالش شده که مجبور میشه دستبرد بزنه به نظام تعرفه‌ای مورد قبول دو دولت، دستبرد بزنه به نظام تعرفه‌ای بین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، دستبرد بزنه به شرکای سرزمینی خودش مثل مکزیک و کانادا. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه نرخ رقابت پذیری اقتصادی در داخل آمریکا به خاطر افزایش هزینه‌های عمومی، هزینه‌های اقتصادی به شدت افزایش پیدا کرد. این هزینه‌ها یک تلنگر و یک شوک مهم به اصطلاح محکمی رو زده به حوزه‌های دفاعی. یکی از اتفاقاتی که افتاد در فاصله 2004 تا 2014 گزارش بودجه ریزی که در سال 2015 تهیه شده بود تعریف می‌کرد، می‌گفت در حوزه اقیانوس هند سرویس‌های دریایی، چه زیردریایی‌ها چه سطحی‌های دریا، بایستی که ترددهایی رو برای ایجاد امنیت مورد نظر آمریکا در این دریا برقرار بکنن. در این دوره 10 ساله نرخ تردد دریایی چه در سطح دریا چه در زیر سطح ها به یک سوم کاهش پیدا کرد. جابجایی بالگردها، جابجایی هواپیماها، عدم اوورهال کردن نیروهای متراکم توزیع شده در این 80 نقطه 80 و چند نقطه نظامی یک دلیل را اعمال کرد. از 2015 به این طرف بایستی که در یک دوره 10 ساله ما 1050 میلیارد دلار صرفه‌جویی دفاعی داشته باشیم. تا 2017 این اتفاق افتاد. از 2018 با دولت جدید امریکا قرار شد این رو ترمیم کنن. پولش از کجا میاد؟ انحراف بودجه، افزایش نرخ بدهی ملی، افزایش کسری بودجه مزمن ایالات متحده امریکا. این که شما یک دوره میدیدید مثلا در دوره آقای کلینتون سه روز یک هفته مثلا دولت تعطیل میشد، در دوره آقای اوباما صخره مالی دو بار اون دولت رو تعطیل کرد، اما در دوره آقای ترامپ از همین اتفاق سال در یک سال اولش دو بار، در سال دومش دو بار و این دفعه رکورد هم زد، قریب به یک ماه این اتفاق افتاد. آیا واقعا دولت ایالات متحده امریکا مشکل داره برای جابجا کردن 5 میلیارد دلار؟ انحراف‌های متفاوتی که از بودجه ریزی، عدم تحقق برنامه سیاستی، این که از سناریوهای آینده سازنده نمیتونن برخوردار بشن، یک چالش بزرگ اقتصادی رو به وجود آورده که هم در حوزه دفاعی، هم در حوزه روابط بین‌الملل و از همه مهمتر در حوزه سیاست داخلی به شدت داره به آمریکایی‌ها فشار میاره. متشکرم ازتون آقای سرحسین. اشاره‌ای داشتن به جنگ تجاری آمریکا با چین یا اتحادیه اروپا و تعبیر جالبی که دستبرد ایالات متحده است به این چیزی هم، که همپیمانان، بله به همپیمانان خودشون به نوعی. الان تعرفه های سنگینی رو بر چین داره اعمال میکنه، به مابقی وارداتی که از چین داره حدود 325 میلیارد دلار. این وارد مراحل جدیدی داره میشه، اتفاقاتی که داره میفته چه آثار جهانی رو داره و بر روابط بین الملل چه تأثیر رو خواهد داشت، بقیه چه واکنشی نشون خواهند داد؟ من میخوام اینو در قالب یه مثال خدمتتون عرض کنم. تصور بفرمایید که یک خانواده آشفته وقتی پدر و مادر با هم دیگه درگیر میشن، گفتگوهاشون بالا میگیره، دعوا میکنن، و فرزندان چه اتفاقی برشون میفته؟ در حوزه بین الملل هم همینطوره. وقتی قدرت‌های بزرگ با هم درگیر میشن، موضوع گریز از مرکز بسیاری از کشورها به وجود میاد. در این شرایط بعضی از کشورهایی که در حال توسعه و پیشرفت هستند میتوانن از این درگیری استفاده کنن به توسعه و پیشرفت خودشون برسن. بعضی از کشورهایی که همیشه وابسته به این قدرت‌ها بودن دچار آشفتگی میشن. بنابراین یک آشفتگی منطقه‌ای و بعد بین المللی رو ما شاهد هستیم. الان در حوزه بین الملل هم همینطوره. ببینید برای چی الان امریکایی ها برای یک هدف کوچک
مجبورن بیش از مثلا 5-6 بار مسئولین عالی رتبهشون به عراق سفر بکنن تا یک خواسته اونها آیا به نتیجه برسد یا نرسد. آقای ترامپ چی میگه؟ آقای ترامپ میگه که من 7 تریلیون دلار هزینه کردم اما شبانه باید وارد عراق بشم. این به چه مفهومه؟ این یعنی به مفهوم این که من دیگه کاردم برش نداره. شما نظامیایی که این همه پول از من گرفتی، دولت‌های گذشته که این همه پول در منطقه صرف کردن، نتوانستن یک احترام ظاهری هم برای رئیس جمهور یک ابرقدرت ایجاد کنن. این خواستم مثال بزنم خدمتتون که فرمودید چه اتفاقی میفته. برای همین خدمتتون گفتم این سیالیتی که امروز در نظام بین‌الملل به وجود آمده باعث قطب بندی‌های متعدد شده. یعنی امروز هند داره با سرعت به سمت پیشرفت میره بدون اینکه توجه زیادی به این دعواها داشته باشه. بعضی از کشورهای دیگر دارن رابطه خودشون رو با قدرت‌ها قطع می‌کنن و به یک استقلال نسبی میرسن و دلیل اصلش این مشکلاته. امنیت منطقه فوق استراتژیک و راهبردی خاورمیانه و خلیج فارس و غرب آسیا رو کی میخواد اداره کنه؟ جمهوری اسلامی که از این درگیری ها، از این مستهلک شدن ابرقدرتی که سالیان سال در این منطقه بوده، امروز به شرایطی رسیده که جمهوری اسلامی راحت میتواند بدون اینکه وابسته به یک قدرت بزرگ باشد بگه من میخواهم اینجا امنیت رو به خودم با همکاری کشورهای منطقه به خوبی برطرف کنم و امنیت رو حفظ بکنم. پس بنابراین در شرایطی داریم با هم صحبت میکنیم که این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. هر چقدر که کشورهای بزرگ درگیر اتفاقات خودشون باشند میتواند از این فرایند اتفاقات مبارکی بیفته. من الان چند تا از این درگیری های آمریکا رو خدمتتون عرض کنم. مصاحبه می‌کنم. پس الان عقیده شما ما در یک دوران گذاری هستیم که بعضی از کشورها میتونن فرصت رو مقتنم بشمارن و از اون استفاده بکنن برای استقلال و افزایش قدرت خودش. کاملا این چنینه و بعضی از کشورها هم که وابستگیشون بیش از اندازه با این قدرت‌هایی هست که الان در حال درگیری هستن به یک فروپاشی درونی برخورد می‌کنن. مثل عربستان. یعنی درست در یه شرایطی عربستان قرار گرفته که وقتی که درگیری های آمریکا در جاهای دیگر بیشتر میشه باید بیشتر از این گاو شیرده دوشیده بشه تا این نظام قبیلگی سر پا بیسته. ولی بعضی از کشورها که باز مثال زدم جمهوری اسلامی از این درگیری یک قدرت بزرگ که سالیان سال در این منطقه بوده میتونه بهره ببره و به قدرت توسعه اقتدار نفوذ خودش اضافه کنه. بنابراین با توجه به شرایط کشورها از این اتفاقات میتونن استفاده کنن. ببینید الان امریکایی ها با چند مجموعه بزرگ درگیرن. یعنی این پرونده هایی است که امریکا رو درگیر کرده. حتی با بعضی از کشورهای عضو ناتو مثل ترکیه. الان با ترکیه در حوزه های مختلف، هم در حوزه کردی مشکل داره، هم در حوزه دفاعی نظامی مشکل داره، هم در حوزه اقتصادی مشکل داره. امریکایی‌ها امروز در حوزه‌های مختلف با اروپاییان که سالیان سال همپیمان بودن مشکل پیدا کرده. درسته که یک رقابت‌هایی در حوزه اروپا هست، ولی مجموعه اروپا همیشه در حقیقت در ظل سایه امریکا در حوزه‌های بین‌المللی و مسائل بین‌المللی نظر می‌داد. ولی امروز صحبت از این می‌شود که ما باید برای خودمون یک ناتوی اروپایی ایجاد کنیم. ارتش اروپایی ایجاد کنیم. ما باید یک اینترنت مستقل از اینترنت امریکایی ایجاد کنیم. این همون نکته است که خدمتتون گفتم. وقتی که احساس میشه این کسانی که سالیان سال اقتدار داشتن دوچار نابسامانی‌های مختلف هستن، کشورها آرام آرام میتوانن از اونها جدا بشن و حالا با توجه به نگرش خودشون به یه استقلال‌های برسن. امریکایی‌ها امروز در پرونده کره وقتی درگیر هستن، قطعاً در ارتباط با موضوع چینی‌ها در حوزه اقتصاد که آقای دکتر توضیح دادن دوچار مشکلاتی خواهند شد. وقتی که امریکایی‌ها در حوزه ونزوئلا دوچار مشکل میشن، قطعا نمیتوانن همزمان چند پرونده بزرگ رو حل و فصل بکنن. به این دلیل است که ما در مسئله
در حقیقت مخالفت با اراده امریکا در موضوعاتی که به جمهوری اسلامی و منطقه غرب آسیا مرتبط می شود، کاملا می توانیم بگوییم که از شرایط کنونی برای رسیدن به اون اقتدار و تمدن اسلامی می توانیم استفاده کنیم. متشکرم ازتون از این گفتن که به هر حال چقدر حرف آمریکا رو میخونن بقیه کشورها و چه اتفاقاتی داره میفته. یکی از ابزارهایی رو که آمریکا ازش خیلی استفاده کرده و به هر حال بهش اعتیاد پیدا کرده به نوعی، دلارش هست و ارزی که داره انواع و اقسام تحریم ها رو باهاش امتحان میکنه. راجع به جایگاه دلار در جهان برای ما بگید و اینکه به هر حال در این جنگ های تجاری قرار چه اتفاقی بیفته و آمریکا مطلوبش. بله، من چون آقای دکتر صدرالحسینی اشاره میکردن اینجا موندو دو تا آمار رو بگم. یکی در ارتباط با اون بحران های 2017 هستش که 120 میلیارد دلار تخصیص دادن به خاطر اینکه جذب به موقع نشد امسال، یعنی برای 2019 مجبور شدن 200 میلیارد دلار بدن. تو گزارش میگه ما از الان میدونیم که بیش از 75% انحراف داره، یعنی ما پیش بینی میکنیم اما خرج اون چهار بحران بزرگ بلایای طبیعی سال 2017 نخواهد شد و علل قاده میره در حوزه های دفاعی. این گزارش خود دیوان محاسبات هستش، همین هفته گذشته این گزارش رو روی سایتش گذاشت و اذعان کرد بود به نمایندگان کنگره که مراقبت بکنید، قرار ما از این بلایا بریم حمایت بکنیم و اینهایی که مصیبت زده هستن رو مورد حمایت قرار بدیم که تا به الان اتفاق نیفتاده. یه بحث دیگه هم به نظرم میرسید به چالش‌های تجارت در امریکا اشاره بکنم، چون ربطش بدیم به این بحث نظام تعرفه‌ای که الان داره اتفاق میفته. ایالات متحده امریکا دیگه گذشت اون دوره‌ای که به عنوان کشور اقتصاد آزاد قلم داد میشد و بزینس استارت یا شروع به کسب و کار در اون جزء سه کشور اول بود که فرصت سازی میکنه. امروز ایالات متحده امریکا برای شروع کسب و کار در اون 89 روز شما باید وقت صرف بکنید تا یک کسب و کار رو فعال کنید و به این واسطه رتبه ایالات متحده امریکا در رنکینگ جهانی به 49 مین کشور افول پیدا کرد. 10 چالش بزرگ در حوزه تجارت در داخل امریکا رو تعریف میکنه. مرکز مشاوره‌ای که میخواد شما رو هدایت بکنه سرمایه‌تون رو ببرید در امریکا و سرمایه گذاری بکنید، میاد میگه ما این 10 تا چالش رو داریم. به چند چالش اشاره میکنه. سومین چالش، چالش مالیاتی هست. میگه شما چالش محلی رو تونستید برطرف بکنید با شهرداری، باید چالش ایالتی رو برید با فرماندار حل کنید. مسئله‌تون رو که با فرماندار حل کردید، از 2018 قانون جدید مالیات‌ها که در عمل میگه نرخ مالیاتی رو، این افتخار آقای ترامپ هست، میگه ما تونستیم نرخ مالیاتی رو از 35% به 21% کاهش بدیم. اما گزارشگر مشاوره طراحی فضای کسب و کار امریکایی برای کسب و کارهای خرد میگه متاسفانه این اتفاق برای کسب و کارهای خرد اتفاق نمیفته و ناهنجاری هایی که در این مسیر وجود داره شما رو ملحق میکنه که برید یکی از کسب و کارهای بزرگ گذشته رو ببینید، به عبارتی ثروتمندان، به عبارتی سرمایه‌دارهای بزرگ، برید یکی از شعب اون بشید تا بتونید از اون معافیت استفاده کنید. به عبارت بهتر معافیت مالیاتی سوری که مطرح میشه صرفا برای ثروتمندان هستش و برای فرودستان برخلاف اون وعده هایی که داره، برخلاف اون وعده، یعنی به عبارتی چالش در مادون وجود داره. یک بحث دیگر هم که اشاره میکنه به عنوان یک چالش جدید، دستگاری هستش که دولت فدرال در نظام تعرفه ای میکنه و این در به اصطلاح منافات با نظام اقتصاد آزاد قلمداد میشه. میگه من یک سرمایه گذار هستم مثلا از آسیا، میرم در ایالات متحده امریکا سرمایه گذاری میکنم، اما با یک نظام تعرفه ای تمام طراحی اون طرح اجرایی یا طرح توجیهی اقتصادی خودم رو باید بذارم کنار، چون من پیش بینی کرده بودم با این قاعده میتونم مواد رو بیارم، میتونم خدمات رو بیارم، فعالش بکنم، یک بازار رو راه بندازم. یهو شما میبینید از آسمون یه نظام تعرفه‌ای میاد و شما رو له میکنه و شما هیچ کاری نمیتونید بکنید و این نرخ درجه آزادی اقتصاد رو که اول تعریف از اقتصاد لیبرالی هستش رو به چالش کشیده و چند چالش دیگه که در حوزه تجارت وجود داره. اما برگردیم به سوال حضرت عالی، دلار در طی 10 سال گذشته تغییر و تحولات بزرگی رو مشاهده کرده، چه بسا در درون مایه خودش. در دوره اول آقای اوباما اومدن گفتن یک تلنگری رو زدن به حوزه های اندیشکده های پولی که ما میخوایم یک پول جدیدی به اسم آمریکا رو فعال بکنیم، دیگه دلار اون جایگاه رو نداره، که از موضع هژمون دلار بتونن یک پول جهان روای دیگری رو تعریف بکنن، با یک نظامی مثل برتون وودز قدیم یک چارچوب جدید جهانی رو بتونن تعریف کنن. اون اتفاق نیفتاد. چه بسا سازوکار بیت کوین
باقی رمز ارزها رو فعلا کاری باهاش نداریم، چه بسا سازوکار بیت کوین که هنوز هم پنهان و مبهم هستش از این قاعده برخوردار باشه. اما اتفاقی که افتاد در طی یک ده سال گذشته، نوپدیدهای اقتصادی سهم بزرگی از افول اقتصادی امریکا در اقتصاد بین الملل رو در اختیار گرفتن. یک اقتصادی مانند چین از اقتصاد 3-4 هزار میلیارد دلاری در تراز 19 هزار میلیارد دلاری قرار گرفت. اقتصادهای دیگه‌ای مثل هند، مثل برزیل، مثل مکزیک یکی بعد از دیگری ظرفیت پیدا کردن. همین مکزیک 276 میلیارد دلار محترمانه از تجارت تولیدی امریکا رو گرفت، جذب کرد به خاطر کارگر ارزانی که داره و ظرفیت‌های زیرساخت تولیدی اقتصادی خودش رو افزایش داد. اینها در کنار هم دیگه هر مقدار که سهم پذیری رقابتی امریکا در تجارت بین‌الملل و در اقتصاد بین‌الملل دچار افت میشه، یک ظرفیت جدید برای نوپدیدها به وجود میاره. ما در 10 سال گذشته نرخ دلار جهان روا حدود 89% بود، خیلی هم تنه میزد به یورو که یورو نتونه غلبه پیدا بکنه. امروز با ورود یوان، با ورود روبل و پولهای دو جانبه یا معاملات دو جانبه پولی، چه بسا یک ظرفیت جدیدی تعریف شده که بیش از 26% از پولهای جهان روا در اختیار 4 قدرت و از جمله بریکس قرار گرفته. با ظهور بانک توسعه آسیایی توسط چین و روسیه، یک ظرفیت 1000 میلیارد دلاری اضافه شده. با مسیری که به عنوان یک کمربند، یک راه جاده ابریشم نوین که تعریف شده، یک تراز 2400 میلیارد دلاری جدید داره روی این بارگذاری بانک آسیایی تعریف میشه. ترانس پاسیفیکی که امریکایی‌ها ازش خارج شدن، بلافاصله چینی‌ها که رقیب این طراحی بودن وارد شدن، یک تراز 1400 میلیارد دلاری رو اضافه کردن. اندازه اقتصاد جهان در یک سال 100 هزار میلیارد دلاره. اگر قرار شه هر دو سال چیزی قریب به 10 هزار میلیارد دلار از اقتصاد جهانی توسط نوپدیدهای اقتصادی تصاحب بشه و تصرف بشه، به نظر میرسه که افول دلار، شاید بعضیا صحبت میکنن میگن خیلی سخت، 63% از پولی که جهان رو هستش، اصل بدهی امریکا در اوراق قرضه دولتی به چین، به اروپا رو داره با دلار تعریف میکنه، مثلا به کشورهای نفتخیزی داره این رو تعریف میکنه، به راحتی قابل تغییر نیست. اما اگر این اقتصاد بزرگ‌ها به درجه ای از حرارت خودیافتگی دست پیدا بکنن که این اوراق قرضه رو حاضر شن به قیمت پانچ مانی یا پول آشغال دور بریزن، این یعنی افول دلار در قابلیت‌های استعداد پول جهانی. تأثیری که امروز به عنوان سلاح پولی داره، خب خواسته یا ناخواسته امروز ایالات متحده امریکا در جنگ روانی اقتصادی و در جنگ اقتصادی پولی از سلاح مهمی که استفاده میکنه دلار هستش. اما هرچه که پیچیدگی طرف مقابل حریف، چه اونهایی که در تاب تحریم ها قرار گرفتن، چه اونهایی که در تاب رقابت پذیری اقتصاد قرار گرفتن، مثل اروپا، اروپایی که امروز جنگی با امریکا ندارن، اما قابلیتی که استعداد اقتصادی اروپایی پیدا کرد که تونست در تراز 51% از اقتصاد غلبه یافته جهانی خودش رو پیدا بکنه، به نظر میرسه یکی بعد از دیگری موجبات پدیداری افول به شدت و پرسرعت دلار در سطح جهان رو منعکس خواهد کرد. ممنون از توضیحاتتون، ممنون از پاسخهایی که هر دو بزرگوار دادن به سوالات ما. تلاش کردیم تا حد امکان مباحث مربوط به آمریکا و جایگاهش در نظام بین الملل رو بررسی بکنیم و شاخصهای متعددی رو بزرگواران ارائه دادن که میشه قضاوت صحیحی رو درباره اون چیزی که به نام آمریکا میشناسیم داشته باشیم. ممنون که با ما همراهی کردید تا این ساعت. شبتون بخیر و خدا نگهدار.